به نام الله یک تا اوتاوانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، روز پنجشنبه تان خوش و روز خوب و خوش داشته باشین. بله خواهر گرامی، امید است که بعد از چاشت خوش را آغاز کرده باشین و برنامه خود را هم تماشا بکنیم. بعدم در خدمت شما هستیم. شماره تلفن ما هست 0796-00-6556. میتونین او اید از خواهرای ما که البته مشکل می داشته باشن میتونین به برنامه زنگ بزنن و همچنان خواهرای ما که در مورد در قسمت بیبودی برنامه نظریات داشته باشن اونا هم میتونین به برنامه زنگ بزنن و همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست تا وقتی که تماس های شما خواهر عزیز میشنیم. میریم و اولین پیام که از طریق 456 موصلت کرده میشنیم. بله، اولین پیامی که برای ما رسیده خواهر عزیز مشکل خود قسم گفتن خانم بیوه هستند و تقریبا 2 سال قبل شوهرشان فوت شده. والا هم تصمیم گرفتن که این خانم به ایورشان نکاح بکنه و این خانم گفته که ما ایورم که ایورم بسیار گفته خورد هستن، 11 مکتب درس میخوانه، اصلا گفته وجدان ما تقاضا نمیکنه که با این پسر که من حیث اولادم است ازدواج بکنم. و خود از این خانم هم 4 دختر و 1 پسر داره که این پسرش 3 سال عمر داره. گفته ما برای فامیل شوهرم میگم که ما به پای این پسرم میشینم و عروسی نمی کنم. اونا میگن که یا گپ ما را قبول کن، در غیر از او اولادای تا بگذار و از خانه ما بره. و ایران هستم، چی باید بکنم؟ قبل از اینکه مشوری خوب دکتر سبا بشنوین یک تماس داریم، میبینیم که کدام دوست ما هستن. بله بفرمایید. بله سلام علیکم، فاطمه خوب هستید؟ زنده باشین، بفرمایید خواهر عزیز. یک سلام بر دکتر صاحب، خوش آمدید. علیکم السلام خواهر، خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشید. ما میخوایم یک مشکل دارم، دو تا طفل دارم. یعنی شوهر من در یکی از مکتبای خصوصی هموجه مسئول شد رئیس. بله. بشنوید؟ بله میشنویم خواهر. دکتر صاحب، اینا مت طاقت ما زیاد طرح کرده، اینا مت هر شب در خانه می شاید که ما را خواه میبره، این بیدی مبره یک ساعت نیم ساعت یک گپ میزنه. پس در خانه میرم نگرش میگم که چرا کارا میکنی؟ تو تفر داری تو نگیم تفرای در فسایی که چرا انت کارا میکنی؟ از وقت که مروش هم میتاره چی کردیم 4 سال شده این همی که همی کس بشه این همی کارا میکنه بیامای شو برش میخوانم بر دخترا زنگ میزنم که شما چرا هم تو میکنی؟ شما یک مرد زندار چرا اوقات خانه شد طرف میکنی؟ تو تفر داره دخترا باز یاد بانر جون بیکن دیگر برنامه شما خود تو بشنرم که امید خرا چرا کم ما ای بچه را دوز داریم برای ما تو کتر تو کتر یا می بم یا شما بگی یا پدر دارن یا مادر دارن یا چرا تو میکن اوقات ما یک مسلمان یا اوقات یا خانه وادر طرف می دادن دینه روز امید تو دختر زنگ زد و گرم زد تو شب سر بطر دیگر تو کتر امروش گرم زد و چیز کی امروش گرم زد شورتون؟ همیش آه بله بله ما رفتم دیروز دمو دفترش دمو دارن معلمین داره شخصی دمو جا رفتم پیشش گفتم بیا دختر پیدا کنم یکن امروش یکن سخن رفت میزنم دیگم امروش کار ندارم دفت دختری جا نیست هر چی کت باز من پس خودش دوباره دمو ترشان مره روان کت خانه که تو برو باز ما شو گپ میزنه دیگر گفتم شو دیگر گفته که من پدرم روان میکنم امروش یکن نفر گپ میزنه من میخوام تا چه وقت کار خودم میکنه تا چه وقت کار خدا پیش میبرد در این یک تا بچه دار یک دختر امرو دو تا تفلک های ما سایی کنی که دارت شما سایی کنی دیگه امرو در قندول شیدی چی نیست مگه می در قصه تو در قصه ما در قصه یعنی دار دختیت نیست. خب تشکر خواهر، من مشکل تا نگرفتم، خدا حافظتن. 0796-00-6556 شماره پیامگیری برنامه ما هست، میتونید به برنامه زنگ بزنید و در قسمت مشکلی که خواهر ما با ما به تماس شده بودن پیام گذاشته بودن و مشکلشان فرزان جان خواندن که واقعا یک مشکل جدی است. فرزان جان، ما در خانم ها زیاد دیدیم خصوصا در افغانستان با واقعیت که نمی یک حرف که میگن، گرچه من طرفدارش نیستم با واقعیتش، کمی میگن که من به پای به خاطر نمی یک بچه خود میشینم، به خاطر اولادم میشینم، هیچ شوهر نمی کنم، با واقعیت هم کارم کردن. همین توانایی را دارن خانواده شو، اگر کسی باشه، حتی کسایی که اصلا سرپرست هم نداشتن، خود می خانم بچار رفته کار کرده، پول پیدا کرده و حداقل توانسته که مو هوایز خانواده را مرفوع بسازه.
ولی حداقل امی نام شوهر به زبان آورده، در حالی که ما در آغاز گفتم که ما طرفدارشم نیست. بله. یعنی اگر کسی که شوهرش فوت میشه و در این فکر باشه که همه چیز دنیا از بین رفته دیگه، همه چیز میگه با مو شوهرم بود، خب درست است، ولی زندگی رو ادامهش چطور بکنیم؟ بله. وقتی که خداوند بزرگ همین اجازه رو برای خانم ها داده، برای مردها هم داده، برای همه کس، خب به خاطر از این هست که همین باقی مانده زندگی رو حداقل انسان بتونه که به پیش ببره. درست است، امتشان قابل قدر است، من هم قبول میکنم. باز یک موضوع دیگه هم است، بیوه خود مختار است، خودش صلاحیتش به دستش است. یعنی تا وقتی که خودش نخواسته باشه، کس جبر به زور این موضوع را بالاش قبولانده نمیتونه. و یک موضوع دیگه که مادر کس اقدر به صلاحیت هم کشیده نمیتونه که فقط اگر اینی کار میکنی بکن، در خیر از او اولادها را بان. ولی اولادار از کجا شده؟ این تاویلدار خونه بود که دوباره پس ایره تاویل بته و دوباره خودش استفای خود نوشته کنه که ما میرم. ولی خب مادرشان از خون و رگ و پوست از اون مادر اینا نشنما کرده و از اون مادر به دنیا آمده. این خب گپ ساده نیست که همین هر کس، بسیاری کسا فردان جان در کشور ما تا با حال هم به می فکر است. ولی اینا یک موضوع که آجی سب تارق در برنامه ما یک روز میمون بودن فردان جان، یک موضوعی که بسیار گفتن که بعض اوقات به خاطر از اینکه زن عواید نمی داشته باشه یا کار نمی کنه، محکمه هدفش ای است که امی به خاطر مصارفش و دیگه مسئولیتایش ایره باید به یک کس بده که اونا بتانه که ایره حداقل بزرگ بسازن، هدفشان ای هستن. ولی ای به این خاطر نیست که یک زن کاملا کسی بگه که وقتی که یک بسیاری از شوهرها هم هست، متوجه هستین که وقتی که دکتر سبیه تماس داریم، تماس هم میگیریم، بعدن صحبت هایتان هم میشنویم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین دکتر سبیه؟ شما خوب هستین؟ تشکر خوار، خوب هستم، بفرمایید. میبخشید، نام فایمه است، از میدان به تماس شدیم. بفرمایید فایمه جان. یک مشکل دارم بسیار، چندین سال است که من کوشش میکنم که همراه شما به تماس شدم اما هیچ موفق نمیشم. خوشبختانه که حالا موفق شدم. بله بفرمایید. دکتر صاحب مشکل من این است که من 10 سال میشه که نام به حساب نامزاد بودم، با 5 سال بعدش عروسی کردم، شوهرم در خارج است و در مهر ما به حساب خانه است و پیسه است، زمین شمالی است دیگه، و اونا آمدن عروسی کردن. این 5 سال از عروسی میشه که رفته، شوهرم امریکا رفته و هیچ بر من زنگ نمیزنه، کدام نفقان با من روان نکرده، بسیار در مشکلات هستم. تلفن میکنم برتان؟ نه تلفنم نمیکنم. در این مدت 5 سال؟ بله. شما به خانه پدرتان هستین یا خانه خسر خوشویتان؟ نه من تنها زندگی میکنم. خواه چند تا اولاد دارین؟ اولاد ندارم. هیچ اولاد، تنها زندگی میکنین دیگه؟ بله، 6 ماه تیر کرد خودشان رفت دیگه ندارم. خدا این مدت 5 سال دیگه شما تنها چطور زندگی میکنین؟ کسی دیگه نیست همراهیتون؟ خب هست، همراه یک بیادرم هست، همراه خانم بیادرم کتشان. خب خب، از خانه جدا هستین، از خانه پدرشون. فامیلشون کجا هستن؟ فامیلشان در امریکا هست. خسر و خوشویتان هم در امریکا هستن؟ بله. خب چطور یک دفعه در مدت 5 سال دیگه امرای شما قهر کرده بود یا؟ نه بسیار همطور عادی رفت؟ شادی رفت. خب چطور یک دفعه خفه شد که در این مدت 5 سال نه تلفن میکنه نه به شما خرج روان میکنه؟ شما مصارف گپایتان از کجا میکنین؟ شکر فامیل پدرم از اونا میتن. هیچ گونه تماس با شوهرتان ندارین؟ نه خیر، یک دفعه برای من زنگ زد، گفت من امروی من گریانم گرفت، گفتم چرا برای من زنگ نمیزنی، چرا اول من نمیگیری، من زنگ هستم، گفت برای من دیگه مزاحمت نکو، من امروی گرفتنهای خود هستم دیگه، زن چی مانا داره کی گفت میزنی اینجا روز 10 تا زن میگیره و بچه های لا میکنن. خب اینا تازه رفته بودن، تازه کشور امریکا رو دیدن، دیگه کشورها رو قبلا ندیده بودن؟ فکر میکنم تماسشون قطع شد.
خب دکتر. خب حرفای خود ادامه میتیم، گفتیم بعضا شوهرها هم هست که تا با حال به می فکر هستن که زن گویا یک تحویل دار است کنم لحظه بله. هر چیزی که شه اولادای من بون برو بخیر برو بخیر، ما اولادا فکر نمیگن کاله. حالا اگر امی حق انسان برم خودم و امی شوهر بگه که اولادای مرا بون، خود یک خانم بگه خودت برو، مثلا شوهر که خانم نو میگیره و خانمش خود نمیگه که اولادای من بون بخیر خودت برو. برای خودت تا بله. یعنی یک موضوعی هست که بعض کس ها در جامعه ما متاسفانه که زن ها هم یکان مشکلات دارن یا چون این اندیشه های منفی بین مردا وجود داره و در خانواده وقتی که اینا شوهر زنا فوت کرده، اولین چیزی که خانواده باید بر از اینا اگر میخوای خدمت بکنن، اینا خو گفتن که من عروسی نمی کنم. با واقعیتش تفاوت سینی اگر به این شکل باشه، فردا روز خو حتما پسرم اگر بزرگ شوه کلان اونا یک خب گفتن فعلا صرف 11 هستن، جوان هستن ولی به سن قانونی خود نرسیدن. این خواهرم گفتم ما او را خرد بزرگ کردیم وقتی که خدا عروسی کردم اونا چند ساله بود. با واقعیت این مشکل هست، بسیار مشکل است، ولی خانواده از اینا من نمیفهم که چرا ادیه گپ میزنه، در حالی که اینا مردانوار گفتن که من پلیس استادم میشم و اصلا هیچ عروسی نمیکنم نواسایشان و ممرایشان باشه. اب دکتر عزیز یک تماس دیگه هم میگیریم ببینیم که کدام دوست ماست دیر پشت خط ماندن. بفرمایید. بله بله بفرمایید خواهر. بله سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. زنده باشین. بفرمایید. بس خواهر جان یک مشکل داشتم خانوادگی. ما یک دختر از معشر مزار سعید انجیلا به تماس دیم با شما. مشکل ما این بوده که من تا سنف 12 رو درس خوانم، بعد از اون 4 سال پنجونم خلاص کردیم و دیگه از 16 سال درس خوانیم فارغ شدیم. امسال فارغ شدیم، امتحان دادم، در امتحانم کامیاب شدم، بلندترین نمره رو بردیم رشته معلمی. البته و حالا میخواین در یک مکتب که معلم میشون در اونجا نامزاد هستم، نامزاد مخالفت میکنم، میگه نه تر نمیمانم که در مکتب بودی معلم میکردن. خب شما نمیگذاره که شما معلم شوین؟ آه میگه که تو معلمی نکو که ما عروسی میکنیم، در حال که خود از طب میخوانه و مرا میگه که تو فقط دمو مکتب نرو، دیگه مکتب هر مکتبی که میری برو، اون مکتب نرو که مردم ازاره هسته. خب شما میتونید خود یک مکتب دیگه برین، خیر خب مطابق ذوق نامزد تان یک مکتب دیگه برین. در اون مکتب ها که هست دیگه اینال در مزار که هست میگم ریاست معارف میگه دیگه مکتب ها بس نداریم، ما قسم و قسم این همی گفاسته و این قریب یک ماس نتیجه هم دم یک ماس من امیرای معارف سرگردان هستم. خب شوهرتان هم روشن فکر است، اونا هم گفتن طب میخوانن، هر دو تان اگه یک جاشتین یک راه علاج برش پیدا بکنه، خواهی خودشان رو بگین که یک موافقه از یک جا دیگه برتان بگیره، بگو پیدا کنین شما. بله؟ فکر میکنم تا بازشان خواهد شده. بله یک چیزه که بعضا حرفایی که در بین مردم رواج است، بین خودشان رواج است، فرزان جان اینمی حرفا رو لطفا از خواره عزیز تقاضا دارم که او رو از طریق برنامه شما نگوین. بله. مثلا اینمی حرف خوب نبوده که شما همین لحظه تکرار کردین. اوره ای ببینین تا وقتی که هیچ در دنیا بگردین یک قوم نیست که در یک جای حکومت بکنه. بله. یا در یک مملکت یک قوم باشه، هزارها قوم است، ملیت های مختلف است. پس به او خاطر خوارای گل ما تقاضا شما میکنم که اینمی مسائله که در بعضن در کوچه و بازار رد بدل میشه، اون امور از طریق تلفن یا از طریق وقتی که میخوام با یک رسانه صحبت بکنین، این این مسائل باید حذف بکنین. یک وقفه کوتاه میگیریم دوستان عزیز، بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشیم. با شما هستیم دوستان عزیز و تماسی که امروز داشتیم بانی بودن که گفتن دو طفل دارن و شوهرشان در یکی از مکاتب خصوصی کار میکنه و گفته شبا وقتی که من میخوابم به یک ساعت یا یک و نیم ساعت در تلفن مصروف میباشه. چندین باره که پیامایش خواندیم، پس به دخترا زنگ زدیم و از اونا عذر خواستیم که زندگیشان خراب نسازه، اما باز هم این کارا دوام داره و یک روز هم به دفتر کارش میره و این موضوع رو میخواد معلوم بکنه و شوهرش میخواد که موضوع در خانه حل شود. خب فرزان جان در مثنوی معنوی یک قصه هست که بعضا دوستا زیاد شنیدن، چون قصه های محلی انتشار که در محل و گپا این مسائل هست که مو
نفر که مادر بعد خود کشت و بله. دیگه کس هر روز من نمیتونم یک نفر بکشم بله. یعنی منظور ما عزیزی از کشتن نیست، اوجه منظورش از مولانا صاحب در کتابش این فقط بله. کشتن بله. نفس انسان است بله. که انسان باید نفس پلید خود باید از بین ببره. ولی ای که گفتن که من رفتم به مکتبشان بله. و گفتم او دختر بر من بین که من امروی صحبت بکنم، ببینید ضرورت به می حرف چه هست. اول در یک خانواده بسیار مهم و اساسی یک اعتماد از بین هم دیگر بله. که وقتی که تا وقتی که همی اعتماد نباشه بین زن و شوهر و وقتی که دوستی و میر محبت و صمیمیت نباشه، باز نمی خانواده اصلا نمو معنا و مفهوم خود دست میده بله. دیگه وقتی که این موضوع در بین نباشه، وقتی که حرف ها به اینجا باشه، اگر اینا بالا همی شوهر خود اعتماد دارن، خب عالمی تلفن یک بار زنگ زدم این تلفن لطفا خاموش بکنید بله. 10 سال قبل ما تلفنی که نداشتیم آره بله. چی مشکل داشتیم ما آره تلفن خب به خاطر همی یک رفع یک مشکل است که بله. فقط همی فاصله ها رو با هم نزدیک ساخته که انسان بتونه و گپای بسیار خوب هم داره بله. ولی اگر وقتی که میبینه که نمی یک توقع لعنت میشه بر انسان خواه عاجل امرو خاموش بکنه بله. چی ضرور است که باز امیر انتشار میتن یا امرای زو صحبت میکنن؟ خب اول یک باید که اینا یک زبان مشترک پیدا بکنن بین خودشون بین زن شوهرشون. امیر ببینه که آیا واقعا خب تا وقتی که یک کس نخواسته باشه خب امو دخترم خب بالای کس خونه میخوای خود تعمیل بکنه، ولی حتما خب هر موضوعی که هست امو شوهر دانه باید این موضوع رو شما بیرون نکشین، به خاطر ببینین خواهر گل هر انسان یگان خطا و اشتباه های به خصوص خود را داره، پس به او خاطر اگر یک موضوعی می باشه شما این مسئله را حتی میکشین به مکتب و به مکتب شما رفتین و که با یعنی شما متوجه مو عزت و آبروی خود شوهرتان نشدین بله. با وجودی که بعدا مسائل هست که رو انسان میتونه در خانواده خود در همون چوکات خانواده خود باید حل بکنه بله. بهترین زن بهترین مرد کسی هستن که راز خانوادگی خود یک مشکلی که میباشه باید بین خودشان حل شود، نه ای که کل کوچه و بازار همگی خبر شود. ولی متاسفانه شما کار یک غلط خونه میگیم که یک اشتباهی کردین خواهر گل، پس به او خاطر اولین چیزی که مهم از بین شوهر اینمی اعتماد است و این اعتماد سازی از کجا ایجاد میشه؟ شما واقعا من شما رو درک میکنم خواهر گل، با واقعیت بسیار مشکل است، اینه میتونه که برای یک مرد مشکل است، اینه میتونه برای یک زن هم مشکل است که ببینه که شوهرش با یک کس دیگه یک نامحرم دیگه ارتباط داره یا حتی حرف میزنه امروش، این مشکل است. ولی راه مشکل ولی راه ازی چی است؟ رای حلش همی هست که شما رفتین به مکتبشان باز بالاخره گفتین او دختر می و گپا میشه، این رای حل نیست خواهر گل، کوشش بکنین که اینمی شوهرتان هم رای صحبت بکنین، به امروشون گپ بزنین که چرا امت یک کار به وجود می، اگر اونا از پیش شما معذرت خواستن و یک گفتن که یک اشتباه شده، شما باید که اینمی بزرگواری را داشته باشین که شوهرتان ببخشین و اصلا دیگه خدا به مورایش هم نبیارین بله. اگر هر بار که شما اینمی موضوعات در خانواده رد و بدل شوه، باز اینمی کینه را به دل زیاد شده میره و بالاخره شوهرتون هم تشویق شده میره به می گپ به می حرف که گویا که آله خمه خانم فامیده آله بیا هر کار بکنی کوش بکنی که اینمی موضوع بینتان در خانواده از بین نبرین که بالاخره اونا هم بتی یک احساس بکنه که حالا خانم خبر شده حالا هر کاری که بکنیم فرق نمیکنه. پس به او خاطر ما بارها از خواهرای عزیز تقاضا کردیم فرزانه جان که در بسا جاها وقتی که میفهمین که این موضوع حقتم داره کوشش بکنین که کنار برین از یک گپ تا وقتی که خودشان احساس بکنه که اونها یک اشتباه بزرگ را انجام میده. بله. و به می ترتیب فیما جان که از میدان هوایی با ما به تماس شده بودن گفتن که چند سال دوخشین یک سال نامزد مانده بودن و بعدا عروسی میکنن و حال نامزدشان که رفته خارج هیچ حوالشان رو نمیگیره و گفته که پول مهریشان بسیار زیاد است، گفته پول مهریشان گفته برشان. خب من فهمیدم فرزان جان مشکل از زیاده ای است که حالا خب گفت پول مهرشان از زیاد انداخته داره بله. و در جنبزی آل وقته که اونا به امریکا رفتن کاملا یک امریکایی نه فرزان جان تو نمیگم اما امریکایی باور بکنی که یک عزت و آبروی خود رو کش میکنه نگاه میکنه و با مو خانم خود وفادار بانه ولی متاسفانه کسایی که یک بار یک آزادی رو به این شکل میبینن باز که کاملا خود فراموش میکنن که من کی هستم، قسمی که خوار پیشتر قصه کرد که گفت من که امرای چنان هستم و چنان با دوست دختر خود هستم، خب این شرم است برای هر کسی ولی اونا با زود
مزیش هم میچشن، باز یک بار احساس میکنن که خوبی اگر هر کار بکنن یک وقت داره میگذره و پس محتاج میخوان دوباره پس پشیمان میشن. ولی کسایی هستن که یک بار اتو آزادی رو میبینن دیگه باز دست از پا خطا میکنن، باز فکر میکنن که یعنی زندگی یعنی نمی. و حالا چند موضوع دیگه از خب حالا مهریه از اینا در صورت که باشه کسای باشه یا شوهرشان باشه که حداقل از او استفاده بکنن و بینشان یک جدایی ایجاد شوه که زندگی خوب آل خونا در امریکا هستن اینا در ایج هست. اگر من نفهم که در این مدت امراشان صحبت هم نکرده اونا وقتی که به این شکل صحبت کردن، اگر خوار میخواید که از اونا جدا شوه باز میتونه که به قضا یک بف مراجعه بکنه، قاضی بازی صلاحیت داره که در غیابی از اینا جدا شن. و اگر مریشان چیزهایی که هست در نکاح خطشان نوشته هستن و او هم هستن باز او را این صلاحیت باز قضا داره، قاضی داره که قاضی باز برشان میتونه که این تفویض بکنه یا خیر. ولی کوشش بکنین قبل از اینکه به این گپا برسین یک راه حل اگر پیدا شوه، اگر بتونید که در 5 سال شما نتونستید با اونا تماس بگیرین، اگر یک رای وجود داشته باشه که بتانن که کسایی باشن که دوستتن به آمریکا باشه که همراهی از اونا صحبت بکنین، اونا رو بگین که برای ببینیشان که در کدام حالت هستن چی گفتن. فامیلشان هم در امریکاست که میتونن از فامیل کمک بگیره. من فکر میکنم که یک حداقل یک رای پیدا شه این به نظر من بهتر است. ولی دیگه مسائلش هم قسمی که پیشتر گفتم این مربوط میشه به قضا. دوستای عزیز وقت برنامه ما تمام شد، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما زیرا به خداوند بزرگ مسپاریم. خداوند یار و مددگار همه اید. خدا نگهدار.